خب به نام خدا لکچر پروگرام اکسل 2013 رو پیش میبریم. مستقیما میریم به پروگرام اکسل، یک بلانک ورک بوک ایجاد میکنیم. روز گذشته ما و شما گروپ های کلیپ بورد، فوند، الائمنت و نمبر رو خواندیم. در ادامه مبحث روزهای گذشته خواندیم در کجا؟ در بخش استایل. ببینید در بخش استایل ما چی داریم؟ کاندیشنال فرمتینگ. کاندیشنال یعنی وضع کردن یک شرط. مثلا بگم اگر تو اینی کار کردی مساوی با انمیزی کار. ببین اینا به نام در بخش کامپیوتر ساینس به نام شرطیه ها. اگر یک شاگرد از 50% بیشتر بود انمی مثلا رنکینگ دوم بگیره، اگر از 80% بیشتر بود این نفر در رنکینگ نفر اول بره، یا اگر از 90% بالا بود این نفر چی شد؟ نفر ممتاز شد. ببین اینا رو کلا به نام کاندیشن میگن. ما در این بخش کاندیشن ها میم چه قسم فرمتینگ، چه قسم کاندیشنال فرمتینگ میتونیم اپلای بکنیم. ببینید اینجا گفته که هایلایت سیل رولز. ببینید من اینجا اول یک چیز را کرییت میکنم، فرض مثال 1 2 کل زیر سلیکت میکنیم، شیفت میگیرم را که سمت پایین، بعد زیر کش میکنیم تا می ده بس برسم. بنمال من در بخش کاندیشنال فرمتینگ من میگم هایلایت که سیل رولز. ببین گریتر دن، من اینجا یک شرطیه تعیین میکنم، میگم این گریتر دن انتخاب میکنم، میگم که امون نمبرایی که از فرض مثال از 3 بلندتر است برای از ما چی بکو؟ هایلایت بکو. من میگم اوکی. این میجا میم رنگ بندی از زیر چی میتونم انتخاب بکنم. این مال پیشتر است رنگ بندی زیر رنگ سرخ است. من میگم رنگ بندی چی باشه؟ یلو باشه، چی رقم باشه؟ رنگ بندیش فقط شما میتونید تنظیم بکنید. من میگم صحیحه، اوکی. برای از من برای شرطیه تعیین کردم، گفتم که امو اعدادی که بلندتر یا گریتر دن 3 است. باز همین ساحه انتخاب شده ما میم در بخش کاندیشنال فرمتینگ میم هایلایت سیل رولز یا لس دن. اون عمر لس دن بگم، مثلا لس دن 8. یا مثلا بگو بیتوین. بیتوین چی؟ بیتوین مثلا اعداد رو برای من انتخاب کنم زیر رنج سیلکشت بیتوین 5 و فرض مثال انمی 8 صحیحه، رنگش بازم سیم چی رخم، ما میگم رنگ سرخ باشه، اوکی میکنیم. بعد از برای از من امون رنج رو که ما تعیین میکنیم برایش چی میکنه؟ انتخاب میکنه. اینجا در مجموع حالت شرطی همانند است. دیگه چی هست؟ یا مثلا بیم در پایین چی؟ Top 10 items. ما اینمال 10 دن انمی جای items دارم، از نمبر 1 الا نمبر 10. یک زمان میشه که شما مثلا 100 نمبر دارید، میگید میگه چی عمود دادن نمبری که بال است، عمود فیصدی هایی که بال است. ما به فرض مثال میگم که تاپ 10 آیتم، یعنی می 10 آیتم که من اینجا انجام بتم انتخاب بکنم، من میگم از دادن برای من سلکشن انجام نده، مثلا 5 دونر برای من انجام بده. بعد از رنگ بندی از بچی صورت باشه، هر کدوم از اینا رو باسم سلکت کردید رو اوکی میکنید. در اون صورت شما 3 دونه بخواید، 5 دونه بخواید، 10 دونه بخواید، شرطیه براش چی میکنه اینجا جور میکنه. من بازم این ساحه مورد نظر انتخاب میکنم. یگانه من تو از اینا ببینید، شما زمانی که انتخاب میکنید یادتون باشه مثلا 5 دونه انتخاب بود، اما 5 دونه براش من نمیگیره، 3 دونه مثلا میگیره. در اون صورت واقعا محدودیت برای خودتون داره، اینو یادتون باشه. بعد از این در بخش کاندیشنال فرمتینگ انمی رنج را که من انتخاب کردم، انمی رنج شاید دیده باشید مثلا یکان دفعه همین سهام همی بورس هایی را که در خارج بورس های سهامی میگه بورس فلان بورس نفت اینه قد بال رفت اینه قد تا آمد، این یک شاخص برای خود خود داره. این شاخص هایش را ما از بخش دیتا بارز میتونیم چی کنیم جور کنیم. من در بخش دیتا بارز من میگم که این رقم باشه، برای من دقیقا معلوم میکنه که از 1 الا 10 ببینید یک پایین ترین شاخص ها داره، 2 کم بیشتر، اما رقم هر قدر که بالا بره این شاخص ها برای از ما چی میشه؟ یا همه دیتا بار ها برای از ما کم و زیاد میشه بر حسب فیصدی که ما برش تعیین میکنیم. من مثلا میگم این رقم باشه یا این رقم باشه، رنگ بندیش من از اینجا انتخاب میکنم، بعد از اون یعنی میرم دیتا بار خورم. خب بعد از اون در بخش کاندیشنال فرمتینگ من بگم همه کالر اسکیل از ما چی رقم باشه. ببینید پیشتر بود من همه بارها را در اینجا جور کردم فیصدی، اما این مال میگم بک‌گراند هم چی رقم باشه. من در اینجا میگم بخش کالر اسکیل، میگم بک‌گراند از این رقم رنگ داشته باشه یا این رقم داشته باشه، یک دیزاینای از که شما میتونید اینجا چی کنید اپلای کنید. بعد از اون من در بخش کاندیشنال فرمتینگ آیکن سیت، ببین من آیکن سیت میکنم. فرض مثال شاید دیده باشید که مثلا این رقم آیکن ها در اینجا هست، مثلا میگم 1 و 2 در رنج بسیار پایین هست، فرض مثال 3 و 4 و 5 و 3 و 4 نیمچه پایین است، بعد از دیگه شه کم زر متوسطه و همین رقم چی شده؟ همین پیکان همین تیرک ها سمت پایین و بالا هستن، فیصدی رو برایش ما نشان میده که مثلا در کدام کاندیشن کدام همین نوعیت دیزاین در اینجا ما انتخاب بکنیم. من این رو خوش ندارم، این رقم خوش دارم، هر کدام از این شما خوش کردید انتخاب میتونید بکنید و اینجا برایش ما چی میکنم؟ شاخص هایش رو در اختیار شما قرار میده. بعد از این رنج فعلا انتخاب شده یا میم در بخش کاندیشنال فرمتینگ انیمی کلا یک رول بود. خب ببینید من انیمی که وقتی بیم دیتا بار انیمی جا بیم یک مور رول میتونم یک رول برای یک قانون برایش جور کنم. من میگم یک نیو رول میخوام در اینجا چی کنم جور کنم. اگر ما بیم در بخش نیو رول، رول های مختلف در اینجا وجود داره، من میگم که انیمی رول اول من میگیرم، فرض مثال میگم که نوعیت استایل هم چه رقم باشه، مثلا من میگم سه رنگه باشه.
وقتی که سه رنگه باشه ولیو از مینیمال چی هست اینجا؟ نمبر هست. درسته؟ من میگم یعنی ولیو خودم اینجا نوعیت چند خواهم میگم نمبره. میگم چی؟ یعنی من ولیو از من نمبر از من فرض مثال یعنی میرم کلش نمبر میگیرم. یعنی میرم کلش نمبر میگیرم. یعنی رنج از من نمبره. من میگم چی؟ فرض مثال میگم کدام ولیو ها یعنی ولیو رو من انتخاب میکنم میرم اینجا میگم یعنی 1 تا 3 یا تا 3 یعنی اینجا اوکی. یعنی میرم میگم که یعنی خانه ها یعنی سلای مورد نیاز از من در این ستون زمانی که از 1 الی 3 در رنج پایین بود یعنی رنگش چه رنگی بگیر رنگ سرخ بگیر یعنی که رنج از من رنج خیلی بسیار پایین است. من میگم فرض مثال یعنی نمبر ها میگم رنج از چی باشه فعلا از 1 تا 3 انتخاب کنیم. ما میگم یعنی 4 تا الی 8 رنج خود انتخاب میکنم. من در اینجا ایرا میگم که انمی سلای از ما باید چی باشه فرض مثلا رنگش زرد باشه. دیگه چی هست؟ من میگم که انمی رنج دیگه یعنی صفر پاک میکنم. من رنج دیگه خودم میگیرم انمی رنج آخری از من فرض مثال 8 9 10 بعد از ایرم کلیک میکنیم بعد از انمی چی میکنیم اوکی میکنیم. من اینجا صفر این زیر پاس کنم مساوی بونم که اینجا جور باشه. بعد از ایرا چی میکنیم اوکی میکنیم. ابتدا انمی رنج خود انتخاب بکنیم و cannot be conditional formatting is a formula. خب من این را کار دیگه هم کنم کل این زیر رنج خود انتخاب مونم بازم میم در بخشی conditional formatting میم در بخشی new rule بعد از میم میریم اینجا سید رنگ هم میگیریم فرض مثال اصلا سی رنگ هم تو نگه میتونه اصلا آیکن سید بگیریم. من این را آیکن سید میگیرم مگم آیکن اولیشی فرض مثال نویت آیکن چی رقم بگیم سبز مگم زمانی که ولی از من بزرگتر بود بزرگتر این نمبر از ما چند از 1 تا 10 بزرگتر یا مساوی با چند بود فرض مثال میگم بزرگتر یا مساوی با 10 بود مثلا نویت از این را میگیم از اینجا نمبر میگیم نویت از این که اول نمبر بگیرد این 10 تبدیل کن میگم اگر انمیزی 10 از ما خود این نمبر از ما به بالا بود این آیکنش چی بگه برای از ما گرین بگیرن این نفر چش پاش ده نمره از بالا است میگم حالا نه میم در پایین این پرسنتیج از ایرا میگم نمبر یک رول است خب میگم اگر میزی ده کمتر بود تا چی رنج تا رنج مثلا میگم که فرض مثال رنج 5 یعنی من نمبر هم که شاخص من میجه نمبر است و میگم که یم صحیح شد میبینیم اینجا و این زیرو شه زیر 5 که بود یعنی برای ما چی بگیر رول از مرا سرخ بگیر یعنی میرم اوکی میکنم یعنی من رول یعنی من قانون ما دادم اینجا وضع کردم گفتم که انمزی رنج 10 که بود مساوی یا بزرگتر از 10 یعنی میره برای از ما چی بگیر آیکنش را سبز بگیر زیر 10 تا رنج 5 گفتیم برای از ما متوسط بگیر رنگش زرد بگیر یا مثلا بگم که از رنج 5 تا رنج 1 ایرا چی بگیر رنگ سرخ بگیر به این معنی که این نفر چی شده فیل شده. در مجموع در بخش کاندیشنال فرمتینگ این شرطیه ها را شما میتونید وضع بکنید. بعد از او اگر ما بخوایم بریم در بخش منیج رول در بخش منیج رول صرف هم گپا بیشتر مهمی رول جور کردیم یا نه من میگم که انمی روله که انمی جک آیکن از من سیت کردم یعنی خودش یک روله یا قانون است دیگه. میگم یعنی میرم من میخوام مثلا ادیت رول کنم فرض مثلا آیکن از میخوایم چنج رو مثلا میگم این آیکن از یعنی رقم باشه بعد از اون انمی رو اوکی میکنم بعد از من فرض مثال انمی جک میگم انمی روله ما چی میکنم که درم دیلیت میکنم انمی روله رو که جور کردم یا میگم یک نیو رول جور میکنم. وقتی که نیو رول جور کنم پشت بازم در اون صحه قبلی میگم دفعه مثلا میگم دیتا بار میخوام جور بکنم یا هر رولی که شما ضرورت داشتید بر حسب نیاز خود میتونید جور بکنید. بعد از اون انمی دیزاینری که برام ضرور خود من دادم انمی دیزاینر خود چی میکنم میم در بخش کاندیشنال فرمتینگ میگم کلیر رول تمام رولای را که من اینجا جور کردم برای از من چیکو کلیر رول فرام سلکت سل انمی سلا را در کالم اف من چی کردم انتخاب کردم انمی را میگم برای از من چیکار بکو کلش از بین ببر یا از کل شیت موشک زمان شما چندین دنه رول در یک شیت میمانید اون مورا چیکار میکنه مکمل از ازو شیت چی میکنه برای شما ریموو میکنه. من میگم نه انمی سلکت سل رولایش برای از من کلیر بکو و کل امزی رولایی که من اینجا اپلای کرده بودم کلیر شد. بعد از اون چیا فرمت از تیبل ببینید ما اگه انمی جک دنه تیبل داشته باشیم فرض مثال من اینجا کنترل اینتر پرس میکنم انمی رو میمک بوردر برش میدم آل بوردر بعد از می منیجم فرمت از تیبل من فرض مثال علمی فعلا حالت نوعیت تیبل برای از من نداره. وقتی که حالت نوعیت تیبل نداشت برای از من من میگیرم انتخاب میکنم میگه که خودم رنج تو میخوای علمی سلا رو تبدیل به تیبل بکنی. من فرض مثال میتونم علمی رنج رو که انمال انتخاب شده یعنی آدرسم در اینجا است علمی رو سلکت بکنم یا که نه مثلا میگم که علمی رو کاستومایز میکنم. من میبینم کاستومایز میکنم میگم علمی قدر برای از من تیبل صحیح دیگه شما ضرورت ندارم. بعد از می میری چی میکنم اوکی میکنم علمی انمال چی شد دیگهش برای از من حالت چی داره حالت تیبل نداره چطور بفهمم که می تیبل شده سعی کنم اگر اینجا بیام برایش من گذشته گفته بودم که اگر زمانی که ما بیام اینمی سیل انتخاب بکنیم در اینجا کدام
آیا کدام مینو یا کدام تب اضافی آمد؟ نمد. اما به زمانی که ما تیبل رو انتخاب میکردیم برای ما یک تب اضافی در اینجا چی میشد میامد که مربوط دیزاین بود و بندد روز این گپای دیگه بود که ما تا حدود را خوانده بودیم. من در هوم میگم انمی تیبل رو که من انتخاب کردم انمی تیبل. برای ما فرمت از تیبل. تیبل از این فرمت چی رقم باشه؟ من میگم انمی روهای از او انمی رقم باشه مثلا کلم یک کلم دو هر دیزاین که خوش داشتید انمی رو چی میکنی؟ انتخاب میکنی بالا از چی میشنه؟ اپلای میشنه. من میگم اینجا فرض مثال هر کدام از این دیزاینر که من خوش داشته باشم چی میکنم در اینجا اپلای میکنم و بخشی سل استایل ببینید این می سل من اینجا انتخاب میکنم یک متن اینجا نشتم میکنم یک مثلا نشتم میکنم علی انمی رو من میگیرم من در بخش سل استایل استایل میدم برمز سل ببینید من اینجا یک سل انتخاب بکنم وقتی اینجا راحتر بود ببینیم این می سل از من در حال انتخاب شدن بعد از من سل میگم یک استایل این رقم باشه ببین رنگشه این رقم باشه این می رقم باشه چی رقم باشه ببینید این رقم باشه این رقم باشه هر کدام از اینا رو شما ذره داشته باشه یک استایل هست دیگه اون خیلی راحت تو میتونی کریت بکنی یا نه این میره سلا عمو تکسی که دمو بنم سلا سور براش چی بده یک هیدینگ بده هیدینگ نمبر 1 یا خود کلان هست هیدینگ نمبر 2 کم ذره خورترک میشنه نمبر 3 هم هر قد هیدینگ هاش مو افزایش پیدا کنه در صورت سایز اون چی میشنه خورتر میشنه یا اون نه اصلا تایتل بگیره من هست یک هیدینگ داریم یک دیش تایتل هست که به خیر مسر عنوان شما قرار میگیره یا در مجموع مثلا زمانی که یک بیل شما جور میکنید یک معاش کارمندار محاسبه میکنید میتونید در مستیل که وقت انتخاب کنید بگیرید چی کنید توتال فرض مثال بگیرید اینجا ببینید یاد چون باشه در بخش توتال شما در مستیل اگر زیل بکنید دو دونه خط هست خط زیر خطا این می در کسایی مثلا در بخش اکاونتینگ درس خوانده باشن یا در بخش مثلا محاسبات اقتصاد خوانده باشن فرق از این برای اونا فهمیدن میشه یکی هست ما یک تکست میگیریم زیر از یک دونه لاین اندرلاین میکنیم اما زمان موشن که ما یک تکست میگیریم یک پیسه رو میگیریم زیر از دو دونه لاین میریم یعنی چی میشه حالت اکاونتینگ میگیره یعنی که این توتالی از ماست یک قانون یک رول است در اکاونتینگ یا حسابداری بعد از ببینید هر کدام از اینا رو که خواستیم ما انتخاب میکنیم و نهایتا ما سیل برای خود استایل مورد نظر خود میگیره اما دمی پایین که بگیم کاما ببینیم کاما چی هست من اینجا من دمی سیل یک نمبر رو وارد میکنم یک چی نمبر ما دمی سیل چی کردم وارد کردم بذارید من اینجا که سیل دیگه وارد کنم این نمبر ما دمی چی کردم وارد کردم من میم در بخش سیل استایل اینجا میگم کاما اگر این کاما رو من انتخاب بکنم این رو ما دبل کلیک میکنم صحیح شد برای من چی میکنه کامه را برای از من میتس سه سه دنه یعنی ازار ازار دنه برای از من اون نمبر را چی میکنه؟ سیلکشن میکنه من این در بخش سیل استایل اینمی رو گفتم برای من کامه را بان ولی من میگم اینمی کامه را بان منطقه همون زیرو را که در ما بین قوس برای من دادم اون زیرو را حق نداریدم اینجا بانیم اما قسمت دسیمال پوینت ها که روز برای شما گفتم در بخش نمبرینگ دسیمال پوینت دو دنه سه سه دنه صفر را کم زیاد میکنه میگه اینمی صفر در اینجا باشه یا مگه یعنی اینجا کامه را که میدیم صیف ما بعد از اون چی باشه در جلوی یعنی نمبر از من ولیو از من نباشه من بگم خود نباشه بعد از اون میدیم در بخش سیل استایل من بگم اگر همی کرنسی باشه کرنسی رو که وقتی من بگیرم دو تغییر بالای ولیو از من میه اول چیزی هسته که دسیمال پوینت دو دنه زیرو رو در پیشگویش علاوه میکنه و در سمت چپ از علامت دلار ساین اینجا برای من علاوه میکنه من بگم یعنی کرنسی یعنی حالت باشه یا میگم کرنسی باشه منتها می زیروش نباشه بعد از اون پرسنتیج ها سه من پرسنتیج هم انتخاب میکنم پرسنتیج اینجا برای ما باشه یا نباشه که ایرمو شما خب یاد اگر یاد شما باشه دینیم اینجا کلش خواندیم درسته و ایره باز هم میم در بخش سیل استایل اینجا کدام چیز خاصی دیگر نداره میم اینجا که سیل خود انتخاب میکنیم دیگه چی هسته اینزرت ببینید اینزرت چی برای از مک سیل ببینید اینجا شما در نظر خود بگیرید من اینو میگیرم این از اینجا کنترل ایکس مونو میرم در شیت دو فرض مثال اینم اینجا میرم کنترل وی میرم من میم اینم اینجا در این موبین قرار میگیرم میگم که اینزرت که برای از ما چیه یک سل ببین زمانی که من بگم یک سل یک حجره را برای از ما اینزرت که در این موبین آپشن برای از ما میاد اینزرت که چی را شیفت سلز رایت یا شیفت سلز داون یا انتایر رو یا انتایر کالم ببینید زمانی که من اینم اینجا که سل که انتخاب کردم وقتی که من سل دیگه را اینجا بونم اینم سل که من انتخاب شده باید یک حرکتی را داشته باشه به سمت راست بره به سمت چپ بره پایین بره در کجا بره اینمی موومنت هم از من از اینجا چی میتونم تنظیم بکنم مثلا من بگم که اینمی یک سل بان منتها اینمی چی گفت شیفت سلز دان اینمی سلز اینمی حجره که من انتخاب کردم اینمی رو در پایین ببر در بالا از یک دونه سل دیگر چی کو علاوه بکنم من رو اوکی میکنم چیکار میکنه این سل از یک دونه پایین رفت یا نه من رو کنترل زد میکنم بعد از میم در بخش سل استایلز در بخش اینزرت سل
باز بگم shift cells right. اون موز سیل در اونجا بال یا حجره برای ما علاوه بکن منتها اینمی سیلی که انتخاب شده اینمی حجره که انتخاب شده بسمت راست این دفعه شیفت بده نه بسمت پایین من میبینه چی میکنم؟ اوکی میکنم این مال سعی کنی دیرم سیل خالی رو برای من اینجا کریت کرد منتها اینمی سیل از اون بسمت راست رفت من رو کنترل زاید میکنم بعد از اون میگم که انزرت سیل دیگه چی هسته؟ اینمی اینجا که قرار دارم من ببینید اینی مابین انتخاب بکنم خوب ریزالت بده انزرت سیل این دفعه چی میگم انتایر رو ما یعنی من گفتم یک سیل بیزار اونم سیل که بیزاری فکر کن یک دنه رو ما برش گفتم بعد اینجا برام علاوه که چی رقم من میگم تمام انمی حجره یک دنه من سه دمی روی ششم از ما وجود داره انمی یک دنه روی دیگر برام علاوه که چی رقم اینا اوکی انمی یک دنه رو بخی بر از ما چی مونه علاوه میکنم بعد از ما کنترل زاید میکنم باز هم می سیل خودم فعلا انتخاب شده میام در بخش انزرت میگم انزرت سیل این دفعه چی یک کالم نه مکمل برام علاوه که میگم اوکی انمی یک کالم به سمت چپ زمانی که شما یک رو را بگید insert رو انمی رو در ساحه بالا میه و زمانی که شما بگید که فرض مثال insert cells insert cells به بخش entire column یعنی column به سمت چپ شما چی میشنه؟ علاوه میشنه این رو یادتون باشه column سمت چپ و رو در بالای همز ساحه که شما انتخاب میکنید بیره کنترل زاید میکنیم بعد از این در کجا در بخش این دفعه چیه؟ insert sheet رو من اینجا میگم که یک دنه رو رو مکمل برای من چیکو بذار ببین سه ما گپای ما پیشتر ما گپای در بخش insert cell امی دو دنه رو برایش میگفتیم entire رو entire کنم ولی اونجا دیتا جدا داشته سپریت برایش ما گفتم من میگم که بسا insert فرق چی چیه ببینید وقتی که ما میگم شیت انمی شیت اینو مال قرار دارم در موبایلش یا نه من جدا دارم شیت چند شیت دو در اونجا بود ما گفتم که سیل اونجا ما گفت insert سیل برای ما سیل بذار در حقیقت برای ما سیل بذار اما وقتی که ما گفتم اونجا یک دونه سیل بذار یک دونه شیفت که به سمت چپ یا به سمت پایین اما اینجا ما گفتم insert دمزی شیت بیشتر سیل بود ولی دمزی شیت این لوکیشن چی شد کلاندر دمزی شیت یک رو برای ما نه یک دونه سیل فرقش اینی است بعد از این میرم ما بهم بگم که شیت رو یا شیت کالم بازم سیم هم گپا این میرم ما میگیرم بعد از بار از ما چی میکنم مستقیما نیجا کالم علاوه میکنم کنترل زد بعد از ما میم اینزرت اینزرت شیت این میگه چند دونه شیت داریم یک دو سه دونه شیت داریم ما میگم این میرم بار از ما یک شیت دیگه هم علاوه کو به نام شیت چند شیتی چهارم بعد از چی هستم ما میم میگم که د شیت سوم بیم سوم به دوم بود دوم بود این دفعه چی میگم؟ میگم دیلیت چی؟ دیلیت سیل اما کارهای را کردیم دیگه عملی برعکس هم زور ما انجام میتیم میگم دیلیت سیل کدام سیل؟ انمی سیل که من انتخاب کردم سیم همو گپا بعد از ما یک ریموف بکنم از پایین چی میکنه یک نره؟ کم میکنه بعد از ما میگم دیلیت چی؟ دیلیت شیت رو انمی رو برای ما یک رو را همزی شیت برای ما کم میکنه سیم گپا باز میگم دیلیت چی؟ دیلیت خود همزی شیت شیت چندم شیت دو برای ما مسیج میده میگه که انمی اینجا توی یکان دیتا داره انمی دیتا خود اگر ریموو بکنه دیگه پس آمدنی نیست ما میگم اوکی نو پرابلم اینو دیلیت میکنم این شیت از مخد کلی گپای دیگه چی میشنه از بین مره بعد از ما میم در اینجا بخش فرمت ببینید در بخش فرمت چی هسته ببینید من اینجا میم انمی رو من میم فرمت رو های ببینید انمی روی که من مال انتخاب کردم روی چند روی 21 درست هست انمی رو من میگیرم من سیل چرا انمی سیل در روی 21 من انتخاب کردم من میگم که رو های امی ارتفاع همزی چقدر برای ما فعلا مگه 15 درسته من میگم صحیحه میمینه میره فاصله همزی را چی میکنم بیشتر میکنم فرض مثال میمینه رنی را قدر میکنم یعنی دیگه شره فاصله شره قدر میکنم یک فاصله یک دیفرنشیشن را چی میکنم من ایجاد میکنم انمال میمیگم انمی رو برای ما فرمت چرا برو بگشت همی چقدر هسته من میمیگم فرمت رو های انمال برای از ما میگه که انمی 72 هسته درسته من میگم صحیح انمی که 72 هسته همه انمی دیگه شرم انتخاب میکنم مثلا میخوام که روهای از ما ارتفاع از اونها چند رو داشته باشم که ارتفاعش یکسان باشه در اون صورت من میگم انمی رو رو انتخاب میکنم میگم در بخش فرمت پیشتر بود دیگه شبید 72 انمی انمال چند 15 من رو پس میکنم میگم انمی هم رقم هم زود میجرمنت هم اندازه گیری که پیشتر داشتم همون چیزی که میدم 72 میگم انمی رو برای ما چی تبدیل بکن رو رد میسمزی رو در 72 بعد از اون میم در دیگه چیست بخش فرمت آتو فید رو های ببینید کل این مزینا را من پیشتر گرفتم ارتفاع از اینا را یک تغییر بالاش آوردم یا نه اینمی تغییرات من بگم چی؟ کلش برای از من چکار بکن؟ مثل همی روهای دیگه از من که اندازش هر قدر اصلا من قدر ارتفاع از این را مثل منهای اندازه قبلی از برای از من چی کن؟ پس بر بگردم به صورت چی؟ اوتوماتیک از اون صورت بندر آتو فید روهای که تو انتخاب بکنی کل این روهای من در حالت چی پس برمیگردم؟ اولیه خود بعد از میم در بخش فرمت کالم نوید مثلا من این کالم رو در اینجا میگیرم
میگم فرمت امنی کالم نزمه امنی چقدر است؟ این بس هم میگم برای از من 8.43 است. من میگم صحیح اینه که 8.43 است، یعنی کالم خود من دیگون افزایش میدیم، یعنی کالم دیگه آخر مثلا میمیرم اینجا افزایش میدیم. اینمال من میمیره چی میکنم؟ بخش فرمت میم در بخش auto fit column column نوید. یعنی من برای من 20.14 سه ما مگه پای در رو تکرارش مکمل در میجه تکرار میشه. فرق چی هست که اونجا رو بود اینجا چی هست؟ تغییرات بالای کالم انجام میشه. سه ما میگه پا رو بگیر در اینجا سایز بندیش رو بان و کالم رو خود رو به صورت اتوماتیک کم و زیاد بگو و بعد از به حالت اولیش چی بگیره پس برمیگردم. میم در فرمت دیگه چی هست؟ ویزیبیلیتی. ببینید یک زمان میشه که شما یک رو دارید، یک کالم ندارید، یک ردیف دارید، یک ستون دارید، اینمی ها رو شما میخواید هاید بکنید. در اون صورت شما این میزه بخش ویزیبیلیتی میدید. ویزیبیلیتی یعنی دید تو چی رقم باشه. من میگم که هاید بکن یا آن هاید. من میگم هاید که رو را من فعلا اینمی اینجا فرض مثال میم این روی چنده؟ این روی فرض مثال اینمی 14 را میگم برای از من چی کنید؟ هاید بکن. بعد از اون من میم دارم اینجا در بخش فرمت، در بخش ویزیبیلیتی من میگم هاید رو، اینمی روی 14 از من چی میکنه؟ هاید میکنه. وقتی که هاید کرد اینجا ما میبینیم که این 13 بعد از چی هست؟ 15 هست. دیگه چی هست؟ ما فرض مثال میگم این کالم نیو جی و اچ برای از من چی کو؟ هاید بکو. میم دارم اینجا در بخش فرمت، بخش ویزیبیلیتی میگم چی کو؟ هاید که اینمی کالم نو از من دی ای اف جی و اچ من نیست. این ما چی شد؟ هاید شد. میم در بخش فرمت بعد از اون میم در بخش هاید آن هاید این دفعه چی هستم؟ بیشتر رو بود کالم، این دفعه ما یک شیت مکمل میتونم چی کنم؟ هاید بکنم. شیت چند هستیم؟ شیتی یک هستیم. این شیت یک از من رو مخفی کردن میزینجا و این مال شیتی سه و چهار ما دارم. من رو کنترل زد میکنم چون رو زدم که کار نمیدم. میم در بخش فرمت هاید آن هاید. ببین این مال اون مایی که هاید کردیم ما از حالت آن هاید نیکشیم. خیلی ساده، فقط بدنم اینجا کلیکش رو چی بکنید؟ انتخاب بکنید و بعد از بیت در بخش فرمت، بعد از بیت در بخش هاید آن هاید، یعنی میجا می فرض مثال میگم که آن هاید کالم، آن هاید رو، یا هر کدوم از اینکه تو خواستی چی میکنی انتخاب میکنی و بعد از اینمی کالم یعنی رو تو اینو کالم راست چی میشه؟ در حالت اولیه خود پس برمیگرده. من میم در اینجا دیگه چی هست؟ ری نیم شیت. ببین ری نیم شیت چی هست؟ یعنی شیت از من شیت چند هست؟ شیت 4. من میرم میگم اینو نمیخوام شیت 4 باشه، مثلا میخوام فرض مثال اینمی نمرات مربوطی یک مضمون به نام ریاضیات میشنه. یعنی میرم چی کردم؟ رینیم کردم. یا نه من بالا از رایت کلیک مونم میرم زنده چی میکنم؟ رینیم میکنم. مثلا میگم منمی مربوط درس چی هست؟ کیمیا. مثلا چی از اونجا رینیم بکنی؟ چی از اینجا تو رینیم بکنی؟ من در بخش فرمت موور کپی شیت من میرم میگیرم. خب فرض مثال این شیت چند از شیتی کیمیا من میگیرم. فرض مثال میگه که انمیش کدام شیت هایت امی خود بوک از ما بوک چنده؟ این مال بوک یک است. درسته ما باید از این بوک ما چندین دانه شیت دارم، شیت مات و شیت کیمیا. من میگم اینجا برای از من میگه از بوک یک کدام امزینا رو تو میخوای چی کنی؟ موف کنی. من میگم این مات هم میگیرم چیکار میکنم؟ موف میکنم، یک کپی برای جور میکنم. این رو میگم اوکی. بعد از اینمی چی میشنه؟ برای از من اینمی موف میشنه هر دیتا، هر فایلی که در موبایل از دارم، نمرات هم هر چی هستن و اونو برای از من چی میشنه؟ انتقال پیدا مونه در یک شیتی دیگه. یعنی ما رو خود ما در اینجا کدام دیتا رو نداشتیم برای از من اینجا انتقال بده. میم در بخش فرمت بعد از چی میم میگم که تاب کالر. ببین من اینمی را که فرض مثال بگیرم، اینمی خود شیت از من، ناحیه شیت از من شما میبینید اینجا مات کیمیا. اینمی یک رنگ میخوام برش بدم. یعنی اینجا من میوم در بخش فرمت مون کدام فرمت بالایش من چی میکنم؟ اپلای میکنم. میگم رنگ از این فرض مثال چه رنگی باشه؟ سرخ مثلا. اینم یک رنگی بسیار کم زمینه برای خود چی میکنه؟ انتخاب میکنه، سلکشن میکنه. بعد از اون من میم در بخش فرمت پروتک شیت. من میگم یعنی شیت خود از شیت کیمیای خود از نمرات از من بسیار نمرات مهم مثلا. یعنی میرم چی میکنم؟ پروتک میکنم. یا اگر یاد شما باشه من پروتک شیت هم امروز بخش فایل باز می اومدیم در بخش علمی پروتک ورک بوک. یعنی اینجا ما میتونستیم چی کنیم؟ اینو کارنت شیت پروتک کنیم. چی از اینجا شما پروتک بکنید؟ یا بید در بخش فرمت، بید در بخش پروتک شیت. بخش پروتک شیت من میگم که یک پاسورد براش میتونم یک اوکی. یعنی میرم میگم یک اوکی. باز این پروتک این برای چی میشه؟ شیت از ما پروتک میشه. شما اگر یکان چیز اینجا نشتاق ببین من اگر یک چیز نشتاق برای من این چی هست؟ پروتک شیت تو پروتک شیت. چی از اینجا تو پروتک بکنید؟ چی امروز صحه چی فایل تام. زمانی که بخواید امیر از حالت پروتکشن شما بیرون بکشید مجبور هستید که بید انمیر چیکار کنید؟ انتخاب بکنید آن پروتکشن. مر پاسورد چند بود؟ یک اوکی. در این صورت انمیر شما میتونید کدام دیتا را وارد بکنید و تغییرات بالا امزی استعمال بکنید. ما میم در بخش باسم فرمت دیگه چی هست؟ لاک سل. ببینید لاک سل چیکار میکنه برای شما؟ اگر ما بیم در انمیر جا خواه فرض مثال بیم در بخش فرمت سل
این مینجا در مو نمبر خواندیم، الیمنت هم یاش باشه خواندیم، فونت هم خواندیم درسته، بردرها هم خواندیم، یعنی فیل هم که مو خواندیم که این بک‌گراند پشت زمینه رو ما چی می‌کردیم پر می‌کردیم، اما این مینجا بخش پروتکشن از ما مانده بود. در بخش پروتکشن ما دو گزینه داریم به نام لاک و هیدن. یعنی هیدن از زیر ما خواندیم فشتر هاید آن هاید، اما این لاکش چی بدر از ما بخوره. این یک آپشن بسیار جالبی است. سعی کنید من اینجا اینمی تیک لاک هم میکشم خواه اینمالی. من تیک لاک ابتدا میکشم، من یک اوکی میکنم. بعد از فرض مثال میم اینجا یک تکس را نشتم کنیم کنترل انتر. این میره فرض مثال من میگیرم فرمت از تیبل میکنم این میرقم. اوکی. این میره به حالت چی در میارم؟ تیبل. اینمی تیبل از منمال ببینید کدام مدیتینگ بالاش انجام میشه. این هم کدام مدیتینگ بالاش چی میشنه؟ استعمال میشنه. ما میم راست کلیک میکنم، بعد از اون میم در بخش فرمت سیلز پروتکشن از ما باز لاک هستن. یعنی لاک امزی رو من میکشم، اوکی میکنم، بعد از اون میم در بخش فرمت پروتک شیت. این میره پاسورد چی میدم؟ یک میدم، اوکی. پاسورد از رو یک میدم، اوکی. منمال ببینید من سیو میکنم در دسکتاپ. به نام بوک یک میره مبرم لوکیشنش در دیسکتاپ سیف کل از اینا رو کلوز میکنیم. ما میم کجای بوک یک از ما اینه بوک یک از ما دابل کلیک میکنیم. پسورد رو نگرفت میم از اینجا خیره به پروتک صحیح شد دیگه. بوک رو باز میکنیم. ببینید در اینی ساحه ما کدام کار رو میتونم انجام بیتم؟ نمیتونم انجام بیتم. اما در اینمی ساحه ببینید ما باز کدام تغییر میتونم بیتم؟ نمیتونم بیتم. اینی دلیلش چیست؟ فقط اون زمانی که لاک تیک باشه برای تو مگه که تو شیت رو که بیز پروتک کردی هیچ حقی نداره در موبایل نمیزی شیت خود کدام پاسورد چی کنی کدام تغییرات بالایش بیاری. اما زمانی که ما میگم که فرض مثال اینمی ساحه خود انتخاب میکنم، من میرم آن پروتک میکنم، فرمت آن پروتک، پاسورد چنده؟ یک. اوکی. این ما رسالت آن پروتک شده. من ساحه خود انتخاب میکنم اینمی ساحه را. بعد از اون رایت کلیک میکنم، میام در بخش فرمت سیلز، در بخش پروتکشن، این لاک هم زیر پاس میکنم، اوکی. بعد از اون میام چیکار میکنم؟ فرمت، باز هم میره پروتک میکنم، پاسورد از این میام یک دو، اوکی. یک دو، اوکی. این میره چیکار میکنم؟ سیف میکنم. بعد از اون کلوز میکنم. این مال من میره باز میکنم. ببینید باز هم این اینجا برات نباید برای من اجازه بده. اما آدمی تیبل که من بیام برای من اجازه میده یا نه؟ من یک ساحه خاصی را در یک شیت گفتم که یک نفر حق داشته باشه که اونم را کدام تغییرات بالاش استعمال بکنه، اما غیر از موضوع ساحه که من انتخاب کردم دیگه جای اون نفر حق نداره که کدام تغییرات بالاش بیاره. بعد از اون من میره از حالتی بیم در بخش فرمت آن پروتکت شیت پاسورد یک دو، اوکی. دیگه ما میم بخش چی؟ بخش ادیتینگ. در بخش ادیتینگ ما میم در بخش اوتوسام. ببینید اوتوسام برای از ما چیکار میکنه؟ در بخش اوتوسام درس از ما چیکار شده نوز؟ یعنی بخش ادیتینگ هم ما میلیم برای روزی دیگه ادامهش را از اینجا میخوانیم. در بخش اوتوسام ما کدام فرمولک ها داریم در اونجا او را استعمال میکنیم، بخش سورتینگ و در مجموع روزی دیگه اینمی تاب هوم انشاءالله خلاص میکنیم و بعد از اون میریم در تاب دیگه ما که به نام چی هست؟ اینزرت.